امروز قراره که جوجه چینی درست بکنیم در کنار هم و یکی دو تا نکته داره که اگر که رعایت بشه حتما یه خمیر سبک و پفکی رو خواهند داشت. من مواد اولیه رو عرض بکنم با اجازتون. برای درست کردن این جوجه چینی احتیاج داریم به سفیده تخم مرغ دو عدد، آرد سفید که حتما آرد مخصوص شیرینی پزی هست به میزان تقریبا یک لیوان. اندازه رو با لیوان عرض کردم خدمت عزیزان که خیلی اذیت نشن توی پیمونه زدم و عرض میکنم نکتش رو. فیله مرغ مزه دار شده احتیاج داریم که از قبل حدودا نیم ساعت قبل مزه دارش میکنیم که اون رو هم عرض میکنم به چه شکل هست. دل سر احتیاج داریم یا ماهوشهید ساده بدون تن به میزان یک لیوان. بیکینگ پودر استفاده میکنیم، یک و نیم قاشق چای خوری. ادویه هایی که استفاده میکنیم آویشن هست، پودر سیر و اگر دوست داشتن یه مقدار پاپریکا هم میتونن استفاده میکنن و فلفل سیاه که بر حسب ذائقه هست. یک چهارم قاشق چای خوری جوش شیرین استفاده میکنیم و نشاسته ذرت هم به میزان دو قاشق غذاخوری. یه مقدارم زعفرون داریم که برای رنگ و طعم بهتر استفاده میکنیم. اما در مورد فیله مرغ من یه نکته رو عرض میکنم خدمت عزیزان. از قبل حدودا نیم ساعت جلوتر ما سینه های مرغ رو برش میزنیم به صورت باریک و با یه مقدار پیاز، نمک و فلفل و آب لیمو مزه دارش میکنیم. بیشتر توی این مواد نمونه به خاطر اینکه اون آب لیمو باعث سفتی گوشت مرغ میشه و نمک رو باید به مرغ اضافه بکنیم. البته این خمیر برای پفدار کردن و سرخ کردن میگو و ماهی هم استفاده میشه. در هر صورت هر نوع گوشتی که استفاده شد نمک به اون اضافه میشه، به هیچ عنوان توی خود خمیر نباید استفاده بشه و این اولین نکته است به خاطر اینکه نمک پف خمیر رو میگیره و اون حالت سبکی رو نداره. پس مرغ رو مزه‌دار کردیم نیم ساعت زودتر و آمادهش کردیم. برای شروع کار اول باید مواد خشکمون رو توی یه ظرف با هم دیگه مخلوط میکنیم، یعنی آرد. حتما آرد شیرینی پزی باشه به خاطر اینکه آرد سبکیه و هر چقدر آرد سبکتر باشه لطافت این خمیر بیشتره. هدفمون اینه که یه خمیر خیلی سبک درست بکنیم، به خاطر همین تاکیدمون هست که آرد مخصوص شیرینی پزی، آرد 3-0 جان. خمیر تمش تنده، خمیرش تون نیست اصلا، بعد یه حالت سبک و پفکی داره. پس من آردها رو با هم دیگه ترکیب میکنم به اضافه ادویه هایی که دارم و جوش شیرین و همچنین بیکینگ پودر. بهتره که ماهوشهید رو همون لحظه درش رو باز بکنن موقعی که میخواین ترکیب بکنیم که گازش خارج نشه. اون حبابی که توی ماهوشهید هست به این خمیر پف میده. پس ماهوشهید رو اضافه کردن خیلی آرومی رو با هم دیگه ترکیب میکنن به این شکل. حالا میزان آرد رو ما حدودی گفتیم یک لیوان. اگر که احساس کردن خمیرش رو شل هست که من الان غلظت رو نشون میدم، باز میتونن یه مقدار دیگه بهش آرد اضافه بکنن که به اون حالت ماست شل و سبک برسه. مواد رو که ترکیب کردیم خیلی این رو به هم نمیزنیم، هر چقدر بیشتر هم زده بشه گلوتن آرد باعث چسبندگی بیشتر میشه و اون حالت سبک و پفکی رو نداره. سفیده های تخم مرغ رو باید فرم بدیم با کمک همزن تا به اون حالت استیف پیک یا همون حالتی که از ظرف خارج نمیشه برسه. سفیده رو فرم دادیم و فلفل رو هم به این مواد اضافه کردیم. حالا این سفیده رو به موادمون اضافه میکنیم و آرام با لیستک همش میزنیم که این حبابای هوا از توی خمیر خارج نشه. اگر دوستان محترم از بالا نشون بدن این حبابا رو میتونن عزیزان ببینن توی خمیر که چقدر خمیرمون حالت سبک و پفکی داره. هر چقدر که از زمان درست کردن این خمیر میگذره این خمیر خب یه ذره کیفیتش افت میکنه، به خاطر همین اون لحظه که سفیده رو اضافه کردن روغن رو اجازه میدن که داغ بشه و همون لحظه کارو شروع بکنه. بله، باید بلافاصله تیکه های مرغ این خمیر زده بشه و
پس این حباب ها نشانه خوبیه در بله. همین خمیر خوبی هست. بله دقیقاً ما مایعات خیلی کمی به این خمیر باید اضافه بکنیم، برای همین زعفران رو غلیظ درست میکنیم و در مرحله آخر خیلی نمیخوایم حالت آبکی این خمیرمون داشته باشه و اون پفش رو ترجیحاً حفظ بکنه. روغن که داغ شد از قطعات موقعی که مزه دار شده از قبل به این شکل. ببینو غلیظت خمیر باید به این شکل باشه، وقتی قطعات موقع پیش زده میشه اون استقامت رو داشته باشه و از روی مواد ریز نخوره. اگر احیانا این اتفاق نیفتاد میتونن یه مقدار دیگه آرد بهش اضافه بکنن که این حالت رو حتما داشته باشه. اگر بیش از حد سفته که باز میتونن یه مقدار خیلی کم بهش ماهوشعیر اضافه بکنن. بعد از اینکه روغن کاملا داغ شد اون قطعات رو توی روغن داغ و شناور سرخ میکنن و بعد هم روغن اضافهش رو میگیرن. اگر فرصت هست من توضیح هم در مورد سس تارتار عرض بکنم. فرصت داری؟ سسی که همراه با این غذا معمولا خورده میشه سس سفید هست، که از سس‌های خوشمزه سس تارتار هست. برای درست کردنش احتیاج داریم به مایونز به میزان شما قاشق غذاخوری، از جعفری یا ترخان استفاده میکنیم هر کدوم که در دسترس بود به میزان یک قاشق غذاخوری، خیارشور و پیاز اون هم به میزان تقریبا یکی دو قاشق غذاخوری و نمک و فلفل و آب لیمو ترش که همه رو با هم دیگه تاکید میکنیم و در کنار این غذا میتونیم استفاده کنیم. این حالت پفکی بودن رو باید دوستان توی روغن ببینن، هنوز یه مقدار زمان لازمه که روغن ما کاملا داغ بشه. بله و بعد بهش فرصت میدن تا این کاملا سرخ بشه. اگر خمیر رو اصولی درست کرده باشن این حالت پفکی بودن اتفاق میفته و این غذا باید گرم سرو بشه. بسیار عالی. موقع راحت پخته میشه درست؟ بله راحت پخته میشه. میتونن باز این مقدار حرارت رو کم بکنن بعد از اینکه پف کرد که راحت موقع پخته بشه و البته فیله هم باریک باریک زده شده به راحتی توی این دمای روغن کاملا پخته میشه. بسیار عالی. خب به جای خوبی رسیدیم خانم بسنایی. خانم احمدی خیلی ممنون. حتما در انتهای برنامه دوباره یه مرور میکنیم. مواد اولیه رو میگیم. جوجه چی بود؟ فقط اسمش جوجه چینی بود و خمیری که درست کردیم خمیر بنیه بود. فقط یک نکته رو من عرض بکنم، توی سس تارتاری که استفاده کردیم دونه های کیپر داشتیم که اگر عزیزان تونستن تهیه بکنن که چه بهتر، توی سس حتما توی دستور اصلیش هست و به اندازه یکی دو قاشق هم از اون استفاده بکنن خورد شده که دستور اصلی سس رعایت بشه. دونه های سبز رنگ کوچیکی هستن، توشون قرمز رنگ شبیه به هندوانه ابوجهل هست ولی کاملا با اون متفاوته، کاملا سایزشون کوچیک هست. از خمیر بنیه برای سرخ کردن فیله های مرغ، ماهی و میگو میتونن استفاده بکنن و همچنین قطعات سبزیجات مثل پیاز، مثل قاش، مثل کلم، گل کلم و مثل همونجور که بله اینا پیاز من به حالت پفکی درستش کردم. یه نکته مهم دیگه این که هر چقدر اون قطعات مرغشون سردتر و روغن داغ‌تر باشه پف خمیر بیشتر و بهتر خواهد بود. سردتر باشه؟ بله، یعنی که قبل از اینکه توی روغن توی خمیر بزنن توی یخچال باشه. بله و کاملا سرد توی این خمیر زده بشه و بعد هم روغن کاملا داغ باشه و کلا سبک درست کردن غذا به این شکل هست که اون حالت پفتار و خمیری بودن رو رعایت میکنه. در کنار نشاسته و سبزیجات پخته و بخار پز شده میشه استفادهش کرد و ترجیحاً هم داغ.